سلام با کلی شما بیننده های عزیز افسانه و نقل و روایت ها از قدیم میان مردم دهان به دهان پهن گردیده بدین وسیله بدیل نسل نورس راه میافتند گفته میشود که هر یک نفر باشیندنی قصه آن را آب و رنگ بدهی داده برای تاثیرناک برآمدنش بر نفر دیگر از بودش زیادتر نقل میکرد که این بعدا نام گرفت افسانه افسانه‌ای که هر یک ما از خردی باشیندنش به شوق میآمدیم بعدا با مرور و تقاضای زمان همه گونه ضرورت پیش آمد که قهرمان های نقل و روایت ها به طور زنده پیشنهاد گردند که این نام گرفت فیلمی تصویری شاید برای امروز این یک چیزی مقرری باشد اما مثل آنی که خود انسانیت پرواز نمودن را به سیاره مریخ برای خود یک معجزه میپندارد فیلمی تصویری در گذشته برای بیننده همین گونه اهمیت داشت ادامه مطلب در سوژه برنامه 3 آگوست سال 1870 در تاریخ ملتیپلیکاسیا سنه می باشد که با حرفای زرین ثبت شده است. اکثریت آن را روزی تولید فیلم تصویری نیز می نامند. زیرا ما در آن همان سال رسام و اختراکاری فرانسوی امیل رنو دستگاهی را اختراع نمود که با واسطه آن رسم ها به حرکت درآورده می شدند. 28 اکتبر سال 1992 امیل رنو در اثرخانه گریوین فرانسه فیلم تصویری را پیشنهاد بیننده ها نمود که همگان را به حیرت آورد. گرچند این سند در تاریخ با پیدایش فیلم تصویری منسوب بس اما اولین قدم ها رو در اینجا ده هنوز برادران لیومر ها با اختراع دستگاه با نام لیومر کینماتوگراف گذاشتند سالهای بعدی فیزیک فرانسوی جوزف پلاتو پروفسور اوستریایی سیمون فون شتامپر و دیگر علمان در اساس دستگاه اختراع نموده لیومر ها شکل دستگاه رو کشف نمودند که با واسطه لنت عکس ها رو در اکران به حرکت می در آورد همین گونه شروع از همان سالها رقابت میان تهیگران فیلم های تصویری آغاز یافت و در مرحله های مختلف شکل های نوی فیلم های انیمیسیونی روی اکران پدید آمدند سال 1918 نخست نمایش فیلمی تصویری در از مدت با نام مژده‌دهنده از جانب کارگردان کویرین کریستینا پیشنهاد بیننده ها گردید. همین گونه سال 1928 اول دیسنی یکی از پرسوناژهای مشهور خود را با نام میکی ماوس تصویر نمود اینچنین همان سال او فیلمی تصویری آوازداری خود را با نام کشتی بون ویل روی نوار آورد اول دیسنی در رشد و تشکل فیلمی تصویری سهمی نظر است داشته دوام فعالیت صدها فیلم های انیمیسیونی را پیشنهاد بیننده ها نموده است این است که امروز شرکت فیلم برار دیسنی با تهیه فیلم های تصویری پرداخته همه روزه فیلم های انیمیسیونی گوناگون را به بازار کینو وارد می نماید در قطار فیلم آفرون جهانی تهیگران فدراسیون روسیه نیز در انکشاف فیلم تصویری سهمی موثر دارند این بود که سال 1936 که نسلی سیوز مولد فیلم تاسیس داده شده به تهیه فیلم های تصویری پرداخت اولین سلسله فیلم تصویری تایگران سابق اتحاد شوروی سال 1967 با نام ماوگلی از جانب یک تایگر رمان دیویدوف پیشنهاد گردید. برای هر یک بیننده ما معلوم است که تایگران روسیه در این سمت تا کدام اندازه موفقند. در تاجیکستان نیز پیدایش فیلم تصویری تاریخ خود را دارد. برای معلومات بیشتر گرفتن بیاید ادامه برنامه را با هم یک جا میبینیم. اگر به تاریخ فیلم تصویری در تاجیکستان چشم اندیشه افکنیم پس میبینیم که در رشته انیمیسیا زمان شوروی فیلم های انگوش شمار تهیه میشدند ماهی گلدار چنین نام گرفته اولین فیلم انیمیسیونی که در کار فیلم سازان تاجیک روی نوار آمد مای ویلیکی پادشاه приказал доставить эту рыбку во дворец بعدن در زمینه این فیلم تصویری مرغی قهقه ها جوینده ها روزی خوش و چند تای دیگر روی نوار آورده شدند که هر یکی با موضوع و ویژگی هایش از یک دیگر برتری داشته دارای پند و حکمت های خاص می باشند زمانی صاحب استقلال کشور برای رشد سوهای ملتیپلیکاسیا در تاجیکستان کمی مساعدت نمود در این دوره رسامان و تهیگران زیاده به آفریدن فیلم های تصویری پرداختند سر هر وقت فیلم های انیمیسیونی دارای مضمون و محتوای گوناگون را پیشنهاد بیننده ها می نمایند بود نبود هندوی امریکایی بود او به نبیره خود حکایت کرد در وجود هر یک انسان دو گرگ در نبرد هستند یک گرگ انسان را به بدی رشک حسد و به خیلی هدایت می سازند این خصلت و خوی به انسان بدبختی می آورند
در برابر کیناستودیای تاجیک فیلم که در روی نوار آوردن فیلم های انیمیسیونی با فرمت های گوناگون مشغول است، اینچنین شعبه فیلم های تصویری مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما نیز در رشد این پیشه بی‌طرف نیست. اداره فیلم های تصویری نیز در برابر شروع کردن تلویزیونی سینما با فعالیت آغاز نمود و کارمندان ما در برابر آن که در رنگ و رنگی برنامه های این مؤسسه سهم خود را میگذارند، به واسطه یک گروه جوانان را گرد آوردیم و پس از آموزش کوتاه شروع کردیم با برداشتن فیلم های تصویری. ما начали работу с апреля месяца прошлого года. Но это, в принципе, равняется к 7 месяцам. И на протяжении 7 месяцев мы достигли немалых успехов. Мы сделали более 8 анимационных фильмов. Тайчан Мухаски бинандаи телевизиони синамо имкон пайдо намуда то шоҳиди фаъолияти пурсамари ин ҷавонони боистеъдод бошад. Хуршед Бобоевро меҳр ба ин пеша аз дидани филмҳои тасвирӣ пайдо шуда буд. Сохтани филмҳои тасвириро ман ин шавқи ман аст. Ман аз аёни хурдсолӣ мехостам ки вақте ки ман филмҳои тасвириро нигоҳ мекардам ва ба ман шавқи зиёд буд ки филмҳои тасвирӣ офарам. و همین خیلی شد که در همین جا حالا فیلم های تصویری را ساخته شدند. باید گفت که در حال حاضر با روش یافتن تکنولوژی معاصر سطح و صفت فیلم های تصویری نیز بهتر و خوبتر گردیده. اخیرا آنها در فرمت های 2D و 3D تهیه کرده می شوند. فیلم انیمیسیونی روباه مکار در فرمت 3D این اولین قدم های فیلم سازان جوان تلویزیون سینما می باشد. فیلم تصویری روباه مکار از دو پرسوناژ عبارت است. یکی از آنها روباهی مکار می باشد و دیگر پلنگ می باشد که روباهی مکار با هیله و نیرنگ خود پلنگ بدخشم را به غور می افتد. برای ما پوشیدن است که امروز قسم زیادی فیلم های تصویری که از بیرون به تاجیکستان وارد کرده می شوند بر روح و روان کودک تاثیر منفی رسانیده، از خوردی در ضمیرشان حسی بدبینی و زورآوری را بیدار می نماید. شاهین روزیماتوف می گوید در حال حاضر اکثر فیلم سازان جهانی آن را وسیله تجارت قرار داده به معنی کم دقت می دهند. تفاوت میان فیلم های تصویری تهیه نمده آنها و ما این موضوع است. На данный момент, когда иностранные киностудии предлагают свои анимационные фильмы, их отличие анимационных фильмов от наших в том, что, может, даже если у них анимационные фильмы сильнее за счет того, что у них бюджет и техника намного развитее, чем у нас, но они смотрят на анимацию больше как на бизнес, чисто чтобы заработать деньги. А на данный момент мы не должны смотреть на это как на бизнес, а как на искусство, чтобы учить и оставлять след в памяти каждого ребенка, который опять же вырастет и опять же будет оставлять свой след. Фильм тасвири Рубоҳи Макор дорои хати сюжет амиқ буда, дар ҳоли ҳозир таягарон коро бо ду персонаж оғоз намуданд. Хуршед Бобоев, коргардон ва таягари он, мегӯяд, дар идома бинанда имкон пайдо менамояд персонажҳои дигарро дар хати сюжет набу бинад. Дар инҷо персонажҳо ҳоло дар қисмҳои дигар сценарио и дигар бисёр аст, яъне дар онҷо хирс аст, гург аст ва самбақа, дигар персонажҳо хело ҳам бисёранд. عامل دیگری که امروز تایگران ما بیشتر به آن اهمیت میدهند این وارد نمودن جزئیات های ملی در قهرمان های فیلم های تصویری میباشد. مقصد از این اقدام ما більше стараемся показывать наши анимационные фильмы в национальном стиле, чтобы наши юные зрители не думали, что только иностранные компании или иностранные телевидения могут делать какие-то определенные анимационные фильмы. И за счет этого мы хотим показать и доказать нашим зрителям, что все это и в Таджикистане тоже возможно. Таълиму тарбияи насли навраст, ки дар ҳоли ҳозир яке аз масъалаҳои калидии ҷомеаи ҷаҳонӣ дониста мешавад, аз филмҳои тасвирӣ низ вобастагӣ зиёд дорад, зеро бештар кӯдакон муносибат ва рафторро аз қаҳрамонҳои онҳо меомӯзанд. Бинобар ин хуб мешуд, агар мавзӯъ дуруст ва оқилона интихоб шавад. Муҳиддин Сулаймонӣ, сармуҳаррири идораи филмҳои тасвирӣ муассисаи давлатии телевизиони синамо, дар ин бора назарашро чунин баён намуд. Дар интихоби мавзӯъ мо бештар ба такя ба хиради азалӣ менамоем, яъне аз панду ҳикматҳои ниёгон истифода менамоем. اگر فیلم تصویری دو گرگ رو گیریم، آنجا دو قوه استفاده می شود. یعنی در وجود هر یک انسان دو قوه نهان است و انتخاب از ماست که کدام آن را انتخاب نماییم.
پوشیدن است که برای تهیه فیلم های تصویری کسبی تکنولوژی پر اقتدار لازم است، ولی تهیه‌گران کوشش می‌نمایند با همه آن امکاناتی که دارند در پر نمودن فضای خالیگی فیلم تصویری تاجیک سهم خود را بگذارند. بودیم стараться делать больше и больше анимационных фильмов, чтобы юные зрители учились чему-то. Чтобы после нас всегда было наше наследие. Дарыанда нақша дурым ки ахамин фильми тасвири ро даом тем, дар ахамин якуми фильми тасвири охи дар сапти охираш паланг аз дохили гор мебарояд. Ва ин се нуқта дорад. Дарыанда мо кушиш мекунем ки боз қисмҳои дигари ахамин фильми тасвири ро барорем. ما نیز امید داریم که بین و در کار این جوانانی در دل و شور شوق این پشه داشته فیلم های تصویری گوناگون تهیه می شوند و به بازار کینوی ملی راه می یابند. اگر امروز آنها در تهیه فیلم انیماسیونی روباه مکار در فرمت 3D که ساخت نو دانسته می شود موفقند، پس گفتن ممکن است که آن روز دور نیست. اما روزا پدر و مادران زیاده برای قانع نمودن طلبات و ذوق فرزندانشان با آنها فیلم های تصویری گوناگون موضوع را خریداری می نمایند، ولی نه در همه حالت آنچه که شما آن را انتظار هستید روی می دهد. مقصد از این گفته ها آن است که ما باید در تینت نسل نو از خوردی با واسه فیلم های تصویری حسی دوست داشتن، ارجگزاری به وطن و میهن و پست داشتن عرف و عادت های ملی را بیدار نماییم. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به انتهای برنامه. پس از چند لحظه فیلم تصویری روباه مکار پیشنهاد شما میگردد. این واقعه برای ما بسیار مهم است، پس بیایید آن را یکجا دستگیری می نماییم.